سلام دوستان، من مسعود هستم و اینجا کانال ما دش یو اس هست. امروز میخوام در مورد یه مسئله صحبت بکنم که خیلی از دوستان از من سوال کردن و از من پرسیدن که اگر که من برگردم به 3-4 سال قبل، زمانی که تصمیم گرفتم که مهاجرت بکنم، با توجه به شرایطی که الان دارم، آیا باز همین تصمیم مهاجرتم رو انجام میدم یا نه؟ یعنی تصمیم مهاجرت میگیرم یا نه؟ ببینید، این یه مسئله شخصیه و با توجه به شرایط هر آدمی میتونه متفاوت باشه. مثلا چی؟ اگر شما توی ایران هستید و الان توی کارتون، حالا شرکت هست یا دانشگاه هست، هر جایی که هستین، تو هر پوزیشنی که دارید، اگر برای حرف شما ارزش قائلن و برای ایده های شما ارزش قائلن و به پیشرفت شما اهمیت میدن، تو همون پوزیشن بمونید و مطمئن باشید که پیشرفت میکنید و به چیزی که میخواییم میرسید. ولی اگر برای توی کارتون در واقع هدف فقط پیشرفت خودشون هست و به زحمات شما اهمیت نمیدن یا فعالیت‌های شما و کارهای شما دیده نمیشه یا ایده‌های شما و نظر شما توی اون در واقع برنامه‌های اون شرکت، برنامه‌های اون مرکز، برنامه‌های اون دانشگاه جایی نداره، بهتره که عمرتون رو هدر ندید. ببینید، از بچگی تو ذهن ما کردن چند تا جمله بود که قدیمی‌ها میگفتن که آره آدم باید بمونه و بسوزه بسازه. اصلا همچین چیزی نیست. این جمله‌ها به شدت غلطه و اصلا چیزی به اسم بمون و بعد بسوز و بعد بساز اصلا معنی نداره. بعضی موقع ببینید، من قبلا زمانی که توی ایران بودم، استاد دانشگاه بودم، استاد دانشگاه دو تا دانشگاه علوم پزشکی بزرگ هم بودم، علاوه اینها رئیس آزمایشگاه بودم، سمت اجرایی هم داشتم تو دانشگاه، اما جایی بودم که از کارم لذت نمی بردم. یعنی چی؟ من خیلی فعالیت می کردم، تحقیقات خیلی زیاده داشتم، پروژه خیلی داشتم، دانشجو خیلی داشتم، خیلی مقاله چاپ کردم، خیلی کار تحقیقاتی انجام دادم، اما در نهایت زمانی که باید از این تقدیر میشد یا باید فعالیت‌های من دیده میشد، دیده نشد و این باعث شد که خیلی به من ضربه بخوره، خیلی به من در واقع انرژی منفی بده و من یه زمانی بود که اصلا دیگه هیچ رغبتی برای کار تحقیقاتی نداشتم. و گرچه من از سال 2014 بعد از دکترام با یه شیب خیلی ملایمی دنبال این بودم که بیام خارج از کشور و حالا مثلا یه فرصت مطالعاتی بیام یا مثلا دوره بیام خارج از کشور، ولی بعد از اون سال 2018 من این شیب رو خیلی زیاد کردم و با سرعت زیاد پیگیر این قضیه شدم و بعدش هم اومدم پستاک، اومدم آمریکا، پستاک اول، دوم، سوم، الان کار دانشگاهی و کارهای دیگه. پس ببینید، زمانی که شما توی مجموعه هستید که برای شما ارزش قائل نیستن و شما دیده نمیشید و در واقع اون محیط برای شما محیط کوچیکیه، یعنی داره جلوی پیشرفت شما رو میگیره، نظر شما دیده نمیشه یا هر مورد دیگه، اینجوری هر جای دنیا که باشه، تو آمریکا هم باشه، نباید توش بمونید، چون که شما یک بار بیشتر زندگی نمیکنید و اون یک بار رو باید به نحو احسن ازش استفاده بکنید. اگر من توی ایران میموندم، مثلا حساب کنیم 50-60 سال دیگه است، من 80 سالمه و اون موقع هیچ کس نمیاد به من بگه آفرین، دم شما گرم که 80 سال اینجا موندی، زحمت کشیدی، تلاش کردی که اینجا بسوزی. نه، اتفاقا برعکس، میاد میگن که خب میخواست بری، اگه میتونستی میرفتی. مثل همین حرف رو که سال 2014 خیلی به من زدم که اگه میتونستی میرفتی و من اون موقع گفتم نه، من میمونم، میسازم، تلاش میکنم، سعی میکنم که محیطم عوض کنم. خیلی هم جنگیدم، 4 سال جنگیدم کامل، ولی دیدم که واقعا اون جایی که من بودم، اون سیستمی که من توش بودم، به طوری بود که من کار اصلی رو انجام میدادم، من تمام تلاش رو میکردم و در نهایت کیا دیده میشدن؟ مسئولی بالادستی و کسایی که با مسئولی بالادستی نسبت داشتن. و حتی زمانی که از من یه تقدیر شد تو دانشگاه، رئیس مرکز ما نیومد از من تقدیر بکنه. چرا؟ چون که اون انتخاب نشد و من انتخاب شده بودم. و ببینید، در این حد، در حالی که توی مجموعه های دیگه، توی حالا توی جایی که من اومدم تو آمریکا، زمانی که شما یه کار رو انجام میدید و اون کار مفیدی هست،
در واقع میان از شما تقدیر میکنن و کل مجموعه دیده میشه. برای ببینید اگر که من باز برگردم به عقب و باز اون شرایط قبلی رو داشته باشم، درسته که من تو ایران کار از نظر وجهه اجتماعی کار خوبی داشتم، استاد دانشگاه بودم، علوم پزشکی از نظر حقوق خوبی داشتم، زندگیم خوب بود، ولی من اون شرایط رو رها کردم و به این جمله هم به شدت اعتقاد دارم که ما باید از منطقه امن خودمون خارج بشیم. زمانی که شما احساس کنید که وای اگر من یه سری چیزا رو از دست بدم دیگه من بدبخت میشم، من دیگه نمیتونم به دست شویم، این دقیقاً جایی هستش که داره شما رو محدود میکنه و داره شما رو ترمز شما رو داره میکشه. خیلی ها هستن به خاطر ترس این که یه سری چیزا رو از دست ندن هیچ وقت به پیشرفتشون فکر نمیکنن. درسته شما وقتی میرین آمریکا دیگه اون مردم رو نمیبینید، مردم ایران رو نمیبینید، اون استراکچر ساختمان‌ها رو دیگه نمیبینید، خیلی چیزا براتون ناآشناست، ویژگی‌های بدن آمریکایی‌ها، زبان بدنشون، نحوه حرف زدنشون، حتی شوخی‌هایی که می‌کنن برای شما کاملاً ناملموسه و کاملاً با ایران متفاوته. اما اینجا از نظر حالا من برای شخص خودم میگم، ممکنه که برای یه شخص دیگه‌ای که تو ایران باشه ممکنه شرایط همش فرق بکنه و خیلی از کارش راضی باشه، اما برای من اینجا یه پل، در واقع یه سکوی پرش بود. آزادی عمل زیاد، هر کار تحقیقاتی که میخواستم تونستم انجام بدم، خیلی کارهایی رو که دوست داشتم یه زمانی برام تو ایران آرزو بود انجام بدم اینجا خیلی راحت دارم انجام میدم. من الان اینجا خودم دارم کار میکنم راحت، خانمم داره کار میکنه، گرین کاردمون رو گرفتیم، پسرم میره مدرسه، دوستای خودش رو داره، زبان به خوبی داره صحبت میکنه، از نظر زندگی خوبی داریم، به اون سطحی که میخواستیم تقریبا رسیدیم و مهمتر از همه این که آرامش دارم و این خیلی مهم و چیزی بود که من توی ایران درست کار داشتم اما به مرور زمان داشتم پیر میشدم و همه من میگفتن من عصبی بودم، عصبی شده بودم در حالی که اصلا عصبی نبودم و اینا همه تأثیر بود که محیط رو آدم میذاره و خیلی مهمه که شما از کارتون لذت ببرید. پس اگر برگردم به عقب، بله دوباره این کار انجام میدم، دوباره مهاجرت میکنم و دوباره همین مسیر رو انتخاب میکنم، چون که در نهایت به چیز خوبی رسیدم. درسته یه سری چیزا تو ایران از دست دادم اما الان چیزایی رو دارم که خیلی با ارزش‌تر از چیزایی هستش که قبلا از دست دادم. این در پاسخ به دوستان بود که ازم میپرسن که آیا برمیگردی به ایران، آیا دوست داری برگردی جایی که قبلا بودی، و من جوابم بهشون نه هستش و چیزی که الان دارم و چیزی رو که به دست آوردم با تلاش خودم دوستش دارم و همچنان میخوام ادامه بدم و برم جلو و جلو. و بچه ها ببینید دوستان، هیچ وقت یه جا نمونه. کسی که یه جا بمونه مثل یه آبه، یه جا بمونه میگنده. همیشه به فکر تغییر باشه، همیشه به فکر پیشرفت باشین و سعی کنید هر روز یه پله بریم بالاتر. این توصیه من به شما هستش. حالا در انتها اگه این ویدیو براتون مفید بود و خوشتون اومد، لطفاً اون رو لایک بکنید، با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید و اگه این اولین بار هستش که از کار من دیدم میکنید، روی لوگوی کانال پایین کلیک بکنید، دکمه سابسکرایب میاد، علامت زنگوله کنارش هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.